مجاهد باشه تفاوت نمیکنه، کمونیست باشه تفاوت نمیکنه، پادشاهی خواه باشه تفاوت نمیکنه، از ملیون باشه تفاوت نمیکنه، روحانی باشه تفاوت نمیکنه، فقط و فقط ایرانی باشه. امیدوارم که با کمک شما بتونیم این کار بزرگ رو به انجام برسونیم. همه ما 31 سال قبل در 22 بهمن تصور میکردیم که ماجرا تمام شد، غم و غصه به پایان رسید، کشت و کشتار تمام شد، اما هنوز نشئه پیروزی انقلاب در ذهن بسیاری بود که اولین گلوله ها در پشت بام مدرسه رفاه خواب رو از چشم خیلی ها گرفت. اعدام های پیاپی، دادگاه های بیداد، کشتار آقای خلخالی، هممون آرزو می کردیم که خلخالی نباشه تا کشتارها تمام بشه. خلخالی رفت، کشتارها موند. آقای لاجوردی جای او رو به خوبی پر کرد. بعد کشت و کشتار در میان ما ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت. مسئله جنگ ایران و عراق یا شخصیت هایی که می رفتند و باز نمی گشتند و از اونها تنها نامی به جای می بود، یا تنهای پاره پاره شده ای که به خانه ها برگشت و حالا در گوشه و کنار دنیا و به خصوص ایران در گوشه ای از خانه افتادند و کسی از اونها یادی نمی کنه. جانبازانی که جان خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتند و برای استقلال مملکتشون، برای تمامیت ارضی وطنشون، از جان خودشون رو هم طریق نکردند، اما امروز کمتر کسی از اونها یاد میکنه. جنگ تمام شد. بسیاری از ما لبخند بر لبهامون نشست، اما کشتار همچنان ادامه پیدا کرد. کشتار، 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 کشتار تا 22 خرداد 1388، بهانه تازه‌ای برای کشتار. مادران داغ دیده، پدران داغ دیده، کافی شما خودتون رو یک لحظه جای پدر و مادر ترانه موسوی بگذارید، جای این عکس‌هایی که تماشا کردید، جای اون پسر نوجوان. اما متاسفم که این همه جریانات سیاسی، احزاب و گروه ها هیچ کدوم از اول این کشتار به دلیل تعصبات گروهی که داشتند نتونستند یک آمار دقیقی از این جنایات منتشر بکنند. امیدوارم اگر عمری باقی بود ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. امیدوارم بتونیم مجموعه ای از این اسامی و مشخصات به دست بیاریم و این با کمک شما میسر است و بس. اما امروز به نظر میرسه که اتفاق تازه‌ای داره میفته. با کمال تأسف این رو باید عرض کنم که به نظر می رسد که روزهای سخت و تلخی پیش روی ماست. خبرها و حوادثی که از گوش و کنار دنیا به گوش می رسه نوید مناسبی و نوید خوبی برای روزهای آینده وطن ما رو در پی نداره. متاسفانه حاکمان سطحی یک بار دیگه با کج‌فهمی خودشون سرنوشت ملتی رو دارن به بازی میگیرند.
اونچه که این روزها پیرامون ایران داره اتفاق میفته اونقدر خطرناکه که درست مانند منبع باروتی است که فقط به یک جرقه احتیاج داره. ایران توانسته بود، یعنی درستره که بگم جمهوری اسلامی توانسته بود که طی سالها با رشوه دادن به روسیه یک توازنی رو در منطقه به وجود بیاره و در حقیقت امریکا به واسطه نزدیکی ایران و روسیه نتونه اونجور که خودش فکر میکنه و دلش میخواد وارد عمل بشه. دولت‌های اروپایی هم به دلیل منافعی که از ارتباط با ایران نصیبشون میشد در طول این سالها یک سیاست دوگانه رو پیروی میکردند، سیاست مشت و هویج یا چوب و هویج. اما امروز و این روزها پایان این بازی خطرناکه. امریکا موفق شده با هم پیمانانش به دو موفقیت دست پیدا بکنه. اول اینکه روسیه رو توانسته از جانب جناح ایران، جبهه ایران به طرف خودش جلب بکنه و این در حقیقت قبل از این که به تیزهوشی حکومت مردان آمریکا ربط داشته باشه برمیگرده به زیرکی و منفعت طلبی مردان حاکم در روسیه، چرا که روسیه میلیاردها دلار از ایران گرفته و تعهداتی رو متعهد شده بوده در زمینه‌های مختلف در ایران و درست به هنگام انجام اون تعهدات پشت ایران رو خالی کرده و به جبهه آمریکا نزدیک شده. دولت‌های اروپایی که در طی این سال‌ها یک روش دوگانه‌ای رو در رابطه با جمهوری اسلامی بازی می‌کردند، اینها در پی تحریم و اعلام تحریم سازمان ملل متحد و شورای امنیت به این نتیجه رسیدند که امکان ادامه این بازی وجود نداره، یعنی در حقیقت تحریم ها مانع ادامه همکاری مالی اروپا و جمهوری اسلامی ایران شده. جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگه این مسئله تحریم ها رو تجربه کرده و در آغاز جنگ ایران و عراق توانسته بود مایحتاج مورد نیاز خودش رو از بازار سیاه تهیه بکنه، اما اون مربوط به دورانی بود که ایران از نظر اقتصادی دستش در جهان رو نشده بود. یعنی همین آقای موسوی توانسته بود با یک ترفند زیرکانه طوری وانمود بکنه که جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ با عراق به هیچ وجه بدهکار نیست، چون به جای اخذ وام از صندوق بین المللی پول و از بانک جهانی مستقیما از کارخانجات وام می گرفت و چون این کارخانجاتی که به ایران وام می دادند و اعتبار قائل می شدند در یک جای ثابت همه این وام ها و اعتبارات ملحوظ نمی شد، لذا هیچ کس رقم درستی از میزان بدهی جمهوری اسلامی به این مؤسسات بخش خصوصی در جهان در اختیار نداشت. من توضیح میدم خدمتون. در جنگ ایران و عراق، عراق میلیاردها دلار بدهکار بود، اما بدهی عراق به بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول بود، یعنی عراق از طریق این مراکز اقتصادی جهانی از بانک ها و منابع مالی دنیا پول گرفته بودند. و معموله که وقتی دولت ها از طریق بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعتبار و وامی دریافت می کنند، اولا عمر این وام ها بسیار طولانی است، یعنی حدود تا 30 سال هم میره و بهره این وام ها بسیار اندکه،
به ندرت به 1% یا 1